نیروهای امنیتی در بدخشان در عملیات مشترک دو فرد را که قصد برهم زدن نماز عید را داشتند از پا در آوردند، دو تن دیگر را زخمی کردند. عبدالمعروف راسخ سخنگوی والی بدخشان گفت این عملیات در شهر کهنه فیض آباد صبح امروز به اجرا گذاشته شد. وی افزود در این عملیات یک سرباز امنیت ملی زخمی شده، یک تعداد واسکت انتحاری و مقدار جنگ افزار نیز کشف و ثبت گردیده است. تداوم جنگ ها در کشور بر بازی های اطفال و بازار فروش بازیچه نیز تاثیر داشته است. جالب این است که اگر جنگ نباشد، اطفال تمثیل جنگ را در کوچه ها به نمایش می گذارند، به ویژه در روزهای عید که بازرگان اعلام آتش بس می کنند، اما اطفال به این گونه بازی هایشان شدت می دهند. این بازی نه چندان خوشایند اطفال با تفنگچه های پلاستیکی و پتاقی ها صورت می گیرد. در جریان این درگیری های دوستانه گاه شماره از اطفال زخمی شده و روانه شفاخانه هم میشوند. فواد احمدی این گزارش را از هرات فرستاده است. هر سال شهروندان در افغانستان در آستانه عید از گروه های درگیر در کشور میخوان تا در این سه روز دست از آتشباری بالای همدیگر بردارن و باعث کشته و زخمی شدن افراد بیگناه نشوند. اما درگیری های خیابانی در روزهای عید که هر ساله واکنش شهروندان را در پی دارد جور دیگری است و اطفال 7 تا 18 سال با تفنگ های پلاستیکی و پتاقی های صوتی با هم درگیر میشوند. از بچه هستن که تون تو بخو ساعت نبغستی تفریح ساعتی ری کنن، بعضی هم هستن که مردم هم بعض زب میکنن. خیره روزی دیه بازی میکنه. تایی 30 سال خودم خسته شدیم، فیلان هم خسته ایم. این دست از برای شادی است. این توفنگچی از خیلی مشکل به بار میاره، شیشی همسایه، بچی همسایه، اصاب انسان رو همه تکر مده، واقعا کار نادرسته. هر سال در 34 ولایت کشور شماری از اطفال به دلیل اصابت گلوله‌های پلاستیکی از بینایی چشم محروم می‌شوند و یا برای چند روزی زخم برداشته و در شفاخانه بستری می‌شوند. استفاده از تفنگچه‌های پلاستیکی ساجمه‌دار که متأسفانه سال گذشته البته یک تعداد واقعاتی که به سر و صورت و اینا می‌خوره زیادترین واقعات ما بستر می‌شوند. با اینکه مسئولان امنیتی در کشور تاکید میکنند پتاقیا و تفنگ ها را جمع آوری میکنند، اما چنین نیست و بسیاری از دکان ها بدون بازپرسی آزادانه پتاقی به فروش میرسانند و آنگونه که دیده میشود شهروندان مانع اطفال خود در جهت عدم استفاده از این وسایل نمیشوند. خوشبختانه ما امروز یک سلسله ترقه ها و تفنگچه هایی که به دست اطفال متاسفانه غیر مسئولانه دیده میشه اونها جمع آوری شده. همین چند روز پیش مسئولان امنیتی در هرات نیز از جمع‌آوری پتاقی‌ها در این ولایت سخن گفتند. شماری از شهروندان می‌گویند باید جلو ورود این بازیچه‌های خطرناک از ایران و پاکستان گرفته شود. کارشناسان اجتماعی می‌گویند پیشینه 40 ساله جنگ در افغانستان و همچنان همین وسایل جنگی پلاستیکی که اطفال از آنها استفاده می‌کنند تأثیرات منفی در آینده اطفال در افغانستان بر جای خواهد گذاشت. برخی شهروندان در افغانستان می‌گویند در روزهای عید امنیت، آرامش و خوشی می‌خواهند، نه صدای تفنگ، پتاقی و در نتیجه جنگ بین اطفال را. و خبر اخیر از کشور این که در روز اول عید فطر شهر مزار شریف شاهد یک آتش سوزی مهیب بود. این آتش سوزی که در یک انبار مواد اولیه خوراکی و قالین به وقوع پیوست چندین ساعت ادامه یافت. آتش سوزی در سرای تجارتی قناعت به حد گسترده خوانده شده که اداره اطفایه برق قادر به مهار نمودن آن نبوده و آنان از نیروی آیساف، ارتش و اداره های اطفایه حیرتان و کارخانه کد برق طالب کمک شدند. مقام ها میگن میلیون ها دلار این آتش سوزی خساره وارد نموده است. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش از بشیر انصاری. قریب به نصف آسمان شهر مزار شریف را دود غلیظ پوشانیده و شعله های آتش از دور نمایان بود که به سوی آسمان زبانه می کشید. اینجا سرای قناعت است که در آن تاجران برزش میلیون ها دلار آمریکایی اجناسشان را انبار کرده اند. تا حال علت و انگیزه آتش سوزی روشن نشده، اما عبدالرزاق قادری عامل امنیت فرماندهی پلیس بلخ میگوید گمان میرود که شرطی برق عامل اصلی این حریق باشد. نامبرده گفت امکانات ناچیز در اداره اطفایه سبب شده تا آنها نتوانند زودتر آتش را خاموش نمایند. تا هنوز علل و انگیزه حریق کاملا معلوم نیست، با احتمال قوی شاید که از شارتی لاینای برق باشه. حریق صورت گرفته، بعد از 6 دقیقه قوای اطفایه مادمحل خود را رساندند. تمام امکانات خود که ما در اطفایه داشتیم به کار انداختیم. تا فعلا تقریبا در حدود 50% ما آتش سوزی را مهار ساختیم، ولی کمک خواستیم از آیساف، از قماندانی محترم قلوردوی 209 شاهین و از اطفایه شخصی.
در همین حال شماره از متضررین دولت را مورد انتقاد قرار داده، میگویند بر تجهیز اداره اطفایه یا آتش نشانی توجه لازم نمی کند. تصاویر گرفته شده از جریان عملیات ماموران اطفایه نشان می دهد که تجهیزات آنها با نقایص همراه بوده است. ساعت میشه تقریبا کمک خواستن، تا هنوز هیچ کسی وجود نداره. تنها از خودم ارزش 5000 دلار مال من است. مثلا من صدها نفر است، در حدود 8 9 میلیون دلار مال فعلا در گرفته و اگر در اسرع وقت نرسن دیگه باقی مانده اجناسی که مردم داره اینا هم در میگیره. ما پیشتر بعد رسیم از خود ما 1 2 لک 2 نیم لک مال ما ساختگی است. اینجا روغن وقتی که اتفاقی نیست دیگه، نیست نیست این با وقت میرسه. از سوی هم این انبار تخلیه و بارگیری مواد اولیه خلاف همه موازین و قوانین در میان منازل رهایشی قرار داشته و باشندگان اطراف این محل شهرداری را متهم می کنند که به چنین مراکز تجارتی اجازه فعالیت می دهد. داوود شاهسوار والی هرات میگوید افغانستان در حال حاضر به بازارهای پیشرفته جهانی دسترسی دارد و در صورتی که از این فرصتها برای رشد شهرک صنعتی هرات استفاده شود، هرات رقیب جدی برای بسیاری از کشورهای منطقه خواهد بود. فاد احمدی گزارش میدهد. مسئولین در ریاست اتاق تجارت هرات میگویند که افزایش ناامنی‌ها در هرات سبب شده که دولت ایران از بازرگانان این ولایت بخواهد تا در ایران سرمایه گذاری کنند. اما داوود شاهسوار والی هرات با اینکه این مسئله را رد نمی کند می گوید که افغانستان در حال حاضر به بازارهای جهانی دسترسی دارد و این یک فرصت مناسب برای بازرگانان هرات می باشد تا با استفاده از آن در رشد و توسعه شرک صنعتی این ولایت تلاش نمایند. من این چیز رد نمی کنم، ولی هر چیزی می فهمم. با تعهدات استراتژیکی که افغانستان با پیشرفته ترین کشورهای دنیا دارد، ما دسترسی هم به بازارهای از اینا پیدا میکنیم و به تکنولوژی هایی که بسیاری از کشورهای منطقه و همسایه ما ندارن به دسترسی. و اگر شهرک صنعتی هرات از این فرصت به شامل استفاده بکنه، یقینا حریف بسیار سرسخت برای بسیار کشورهای همسایه. والی هرات در حالی به رشد شرک صنعتی هرات امیدوار است که ناامنی و اختصاص باعث رکود تعدادی از شرکت‌های تولیدی در شرک صنعتی هرات شده است. کارشناسان میگویند که دولت باید برای بازرگانان تسهیلاتی را ایجاد کند تا مانع فرار سرمایه به کشورهای همسایه گردد. از سوی دیگر این کارشناسان تاکید میکنند که علل و انگیزه اختطاف در هرات نیاز به ریشیابی و تحقیق بیشتر دارد. ولایت هرات با داشتن دو گمرک از ولایت‌های کلیدی در سطح درآمد در افغانستان محسوب می‌شود. انستیتوت تکنیکی و مسلکی میگوید نصاب جدید این نهاد از سوی معاونیت مسلکی وزارت معارف به اساس خواست بازار تهیه شده است. هدف از نصاب جدید افزایش حضور فارغان این مؤسسه در بازارهای افغانستان میباشد. به گفته مسئولان این نهاد آموزشی، اکنون در بازارها حضور کارگران خارجی نسبت به افغانها بیشتر میباشد. آنها همچنان از فرستادن شمار از محصلان به خارج کشور در آینده نزدیک نیز خبر میدهند. مسئولان در انستیتوت تکنولوژی افغان میگویند آنها تلاش دارند در بازارهای داخلی با ایرایی تحصیل یافتگان با ظرفیت بالاتر از حضور کارگران خارجی در کشور جلوگیری صورت گیرد. به همین دلیل این انستیتوت در نصاب خود تغییراتی آورده که متناسب با ضرورت بازار میباشد. به گفته مسئولان اکنون در این انستیتوت در 7 بخش به شکل نظری و عملی تدریس صورت میگیرد. محصلان این مؤسسه از کیفیت و نحوه تدریس راضی میباشند. از ما تقریبا 80% عملی است، دیگه 20% ما نظری است، به خاطر که کار عملی ما باید بیشتر باشه نظر به نظری. رشته ما بهترین رشته است و استادایی که بر ما درس میده، خصوصا استاد اسدالله، بهترین رشته، بهترین درس و شیوه درسی ده بر ما داره که میتونیم ببینیم دو روزی که ما درس خوندیم بسیار عالی و امور ما فهمیدیم و درک کردیم. و هم دغه تکنیکی و مسلکی انستیتوت یا بلا برخدا چې په دغه ځای کې د موټر ماشینونو زده کړه په عملي ډول شاګردانو ته ورکول کیږي. مو شو فعلاً بالای ماشین امو عملی چی کار میکنیم؟ عملی گزارو کفتر شیر کار میکنیم که ماشین چی میکنیم؟ مو شما چالان میکنیم سرعت. در حال حاضر 2500 مؤسل در این انستیتوت مشغول درسن که برای بود و باش آنها نیز سهولت فراهم میباشد. تجهیز له لحاظ الحمدلله د افغان ټکنالوژي انستیتوت او یا سلنه د تجهیز لاره نه تکمیل ده. تاسو لکه څنګه چې مخکې ولیدل د موټر د برق د ماشین په شاپونو کې په عملی او نظری بڼه زده کوونکو او محصلین په زده کړه باندې بوختو.
به گفته آقای تلاش هرچند کاستی ها تا حد زیاد رفع شده، اما در بخش وسایل هنوز هم یک مقدار کمبود وجود دارد که کهنگی ماشین ها یکی از این مشکلات می باشد. آقای تلاش می افزاید علاوه از روسیه، شمار از کشورها وعده اهدای بورس های تحصیلی را نیز به آنان دادند. ده روسی هواد ډیر زیات لیولتیا شي چې په تعلیمات تخنیکی او مسلکی کې زده کوونکي وروزی او خپل هواد ته ورداوت کړي. د هندوستان هواد همدارنګه ډیر زیات لیولتیا شي، د قزاقستان هواد همدارنګه زیات لیولتیا شي، او همدارنګه نور مملکتونه. در انستیتیوت تکنولوژی افغان دانش آموزان صنف نهم جذب می شوند، اما برای شامل شدن باید امتحان کنکور سپری کنند. گفتنی است که در این نهاد آموزشی علاوه از پسران، دختران نیز مشغول به درسند تا برایشان یک آینده مرفرا رقم بزنند. بیننده های ارجمند سلام بر شما. با سپاس فراوان از همکارانم توجه نمایید به پیشگویی وضعیت آب و هوای چند شهر بزرگ کشور که به اساس درجه سانتیگرید پیش بینی شده است. کابل فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 21. هرات نیز آفتابی است، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 21. مزار شریف همچنان آفتابی است، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 31. جلال آباد همچنان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 26. و سرانجام کندهار نیز آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 27 درجه سانتیگرید پیش بینی شده است. سپاس از همراهیتان، اوقات خوش داشته باشید. مجموعه خبری این ساعت به پایان رسید. از همراهیتان سپاس. ایام و کامتان.